تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم از اول قرآن که شروع کردیم، الان 24 هستیم، جزء 24 سوره غافر، همون سوره مؤمنه، و الان آیه 38 و 39 رو بخونیم و شاید هم 40. حال فعلا 38 رو گوش بدیم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. خب این مؤمنی که گفتیم تو تشکیلات فرعون یک نفر ایمان داشت ولی ایمانشو پنهان میکرد و طرفداری از موسی میکرد، یه ذره ذره به هر حال دلو به دریا زد و که تغییر شکست، گفت نه من علنی بگم دیگه، ولو رژیم همه منحرفن من تنها هستم ولی همین تنهایی روشن‌تر حرف بزنم. و قال الذي آمن، او کسی که ایمان آورده بود، گفت یا قوم اتبعونی، مردم بیا سراغ من، اهدکم سبیل الرشاد، من راه رشد به شما میگم. چون فرعون گفت ما اوریکم، و میگه فرعون گفت من هیچ راهی رو نشون شما ندم، میگه سبیل الرشاد، راه رشد رو من میگم. اینم گفت نه خیر، راه رشد رو من میگم. یعنی جرأت کرد در مقابل فرعونی که میگفت راه رشد و سعادت رو من نشون شما میدم، ایشو گفت نه خیر، راه رشد و سعادت رو من نشون شما میدم. چیه؟ پیروی کن در حضرت موسی. یا قوم، آیه 38 یا قوم داره، آیه 39 یا قوم داره. گفتیم این مؤمن تو چند تا آیه 6 بار گفته یا قوم، دو مرتبه آیه 39 بشنوید. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. ای قوم من، این دنیا یک متاع، متاع یعنی چیزی که آدم ازش استفاده موقت میکنه، مثل دستمال کاغذی. این دستمال کاغذی متاعه، شما عرق کردی عرقت پاک میکنی، میگن متاع. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا، این دنیایی که شما توشید، این زرق و برقا، این حکومت فرعون، این بله قربان گوهی ها، اینا یک چند روز بیشتر نیست، متاعه، یعنی استفاده موقت داره. و ان الاخره هی دار القرار، آخرت است که دائمی است و قرار داره. اینا مثل عطر بوش میپره. تلکل ایام نداولها، این حکومت ها چند روزی دست شما هست و بعدم گرفته میشه. تا میدید دست بشید عزل میشید، تا میدید بفهمید پیر میشید، تا میدید بخندید گریهتون میگیره. یعنی این دنیا یه موقت لحظه، یه بهار داره پاییز داره، گل دنیا رو نخورید. آخرت هست که قرار داره، یعنی ابدی است، پایداره. خب حالا این که خداوند هم میگه وقال الذی، یا خدا چه کرده؟ پیداست خیلی خدا خوشش اومده از این که یه آدم جگردار، شجاع، انقلابی، مؤمن توی رژیم فرعونی فاسد این تنهای نعره میکشه، استدلال میکنه، تلاش میکنه. از این مردانگی این قرآن خیلی راضیه، ولذا 20 آیه رو راجع به این مردانگی گفته. ببین یه مبلغ مرد، یه مبلغ مرد پیدا شد، اول تقیه کرد، بعدم کم کم تقیه رو شکست. این تبدیق دین در یه فضای خفقان اقدر ارزش داره که خداوند استدلالای این مردم داره نقل میکنه. بعد میگه اتبعونی، پیروی کن از من. خب این که ادعای پیغمبر داشت، میخواد بگه که قرآن میخواد بگه اگر پیروی کنید از مرد مؤمن موحد، پیروی از او هم پیروی از خداست. وگرنه این ادعایی که نداشت که مردم به سمت خودش دعوت نمی کرد، به سمت موسی و خدای موسی دعوت می کرد. در شیوه تبلیغ گاهی باید طرف و خلص صلاح کرد. یه وقتی کمونیستان می گفتن ما طرفدار کارگریم، امام خمینی فرمود خدا هم کارگره، همه ما کارگریم. دیگه فکر می‌کنن چه کنن؟ فرعون میگفت راه رشاد رو من میگم. این کلمه رشاد و فرعون به کار برد. اینم تو تبلیغاش گفت که اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد.
فرعون گفت راه رشد و من میگم، ایشون گفت نه راه رشد و من میگم، یعنی کلمه رشد و از فرعون گرفت خودش به کار برد. خب چون هر کسی علاقه داره به راه سعادت، علاقه داره به راه رشد، و ای علاقه فطری انسانه، یعنی اگر تو خیابون و کوچه و بازار و ده و مزرعه با هر که بگی سعادت میخوای میگه بله، میخوای رشد کنی میگه بله، میخوام ترقی کنم. منتها فرعون گفت راه ترقی و رشد اینه که من میگم، ایشو گفت نه راه ترقی و رشد اینه که من میگم. اونو فرعون خلع لباس که این کلمات زیبا رو از فرعون گرفت. دنیا ناپایداره، ایمان به ناپایدار خسارته، بر سراغ آخرت که پایداره. دنیا و آخرت پلوان بده تا بدونید که دنیا خیلی کم نسبت به آخرت. آیه 40 چی میگه بشنوید. من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. باز ادامه سخنان این مؤمنی است که در تشکیلات فرعون ایمان داره. ای مردم هر که کار بد بکنه خداوند به مقدار همون کار جزاشو میده، اما یک کار کسی کار خوب بکنه چه مرد چه زن و ایمان داشته باشه، او بهشت دائمی، رزق بی حساب. رزق بی حساب یعنی رزقی که رزق فراوان، نه یعنی حساب کتاب نداره. همه چیزی توی تشکیلات کل شیء به قدر داریم، هر چیز اندازه داره. یه بی حساب یعنی فراوان. ای مردم بریم سراغ خدا. خدا اگر بدی بکنیم بدیمونو یکی حساب میکنه، جزای بدی هم مقدار اضافه نمیکنه، اما اگر خوب بکنیم تو قرآن میگه او بی حساب، دو برابر داریم ضعف، چند برابر داریم از آف، ده برابر داریم فلاح و عش، 700 برابر داریم. کسی که در راه خدا انفاق کنه مثل حبه‌ای که بکاری از این حبه 7 خوشه بیاد بیرون، تو هر خوشه 700 تا دونه، یعنی تو 700 برابر. بعد 700 تا میگه والله یضاعف، بیش از 700 تا میشه. بعضی جا میگه ندون و نپرس، فلا تعلم نفسون، اصلا کسی نمیتونه حساب بکنه چه پاداشی داره برای اونا که نصف شب خودشون از رخت خواب میکنن، نماز شب میخونن، تهجد و مناجات دارن. یعنی ضعف دو برابر، از آف چند برابر، عشر امثاله ها ده برابر، 700 برابر، بیشتر 700 برابر، فلا تعلم و نفسون، هیچ که نمیدونه چند برابر، چند میلیون برابر. خدا ارحم الراحمینه. حدیث داریم یه وجب بیاید رو به من، من یه گام میام رو به شما، ساده بیاید رو به من، با من با هیجان میام رو به شما. ای مردم فرعون رو ولش کنید بریم سراغ خدا، که من عمل سیئتن خلاف بدی انجام بدیم فقط مثل بدی پاموم حساب میشه، اما من عمل صالحن عمل صالح من ذکرن امون سال، زن و مرد فرق نمی کنه. زن و مرد هر دو اولو الالباب هن، ایتونی که زن عقلش کم باشه. قرآن میگه که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش آسمان ها و زمین و حرکت نشانه هایی برای اولو الالباب. اولو الالباب کیا هستن؟ الذین یقولون ربنا ربنا، چند تا آیه نقل میکنه. بعد خدا میگه ای اولو الالبابی که مناجات ربنا ربنا دارید، انی لا ازی و عمل منکم، من عملتون ضایع نمی کنم، من ذکرن او انسا. اولو الالباب هم میشه ذکر باشه هم میشه انسا باشه، یعنی زن اولو الالبابه. زن و مرد دوش به دوش هم میتونن رشد کنن، من ذکرن اونسا مطابق هوا مؤمن، باید شرطش ایمانه. شما آبو میشونی به شرطی که آب تو دیوان باشه. شما اگر آبو بکنی تو یه دیج ممکنه من نخورم، آبو بکنی تو آفتابه ممکنه من نخورم. با هوا مؤمن باید شرط پذیرفتن عمل اینه که با هوا مؤمن، چند جای قرآن دیگه هم هست مکرر شده این با هوا مؤمن شرطش ایمانه. اینها به بهش میرن و بی حساب عرض کنم با دور شما که تشویق میشن. پس در کار خیر جنسیت مهم نیست، زن باشه یا مرد، من عمل هر که میخواد باشه عمل صالح انجام بدین. لطف خدا رو میگه که خوبی ها رو چند برابر حساب میکنه، زن و مرد در تکامل فرقی نداره، اینم بیان میکنه.
عرض کنم به حضور جناب عالی که شرط ایمان، شرط قبولی عمل ایمانه، شرط دریافت پاداش های زیاد ایمانه و هو مؤمن هست و حساب کتاب خدا فراوانه، یعنی الطاف خدا فراوانه، به غیر حساب نیست، فراوانه، فراوان. خدایا تو به حق محمد آل محمد به ما توفیق دریافت این نعمت های فراوان را مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.